40 سال پس از انقلاب ایران که به ایجاد یک نهاد مسلح انقلابی به نام سپاه پاسداران انجامید، می توان گفت سپاه پاسداران از یک نهاد انقلابی به نهادی پسا انقلابی تبدیل شده است. فرماندهان سپاه در ایران چه آینده‌ای برای خود تصور می کنند؟ سلام. آنچه که در مورد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میشنویم پر از تناقض است. از یک سو به نظر میرسد سپاه هم در داخل ایران و هم در منطقه در جایگاه یک نیروی انقلابی کماکان تلاش میکند آرمانهای آیت الله خمینی را به کرسی بنشاند. از سوی دیگر فعالیت‌های اقتصادی سرداران و تشکیلات بروکراتیک سپاه که اون را به یکی از بزرگترین کارفرمایان در ایران تبدیل کرده، چهره‌اش را از نهادی انقلابی به سازمانی پسا انقلابی تغییر داده است. این ترکیب پیچیده انقلابی و غیر انقلابی، این شمایل نظامی در عین بلندپروازی سیاسی و منفعت اقتصادی، سپاه را 40 سال پس از انقلاب ایران به کدام سمت می‌برد؟ آنچه این سو و آن سو در مورد ضرورت یک دولت مقتدر در ایران ابراز می شود را تا چه حد می توان سازگار با آمال فرماندهان سپاه دانست؟ رابطه سپاه با آیت الله خامنه ای چگونه است و آیا سپاهیان در مورد ایران پس از خامنه ای می اندیشند و اگر چنین می کنند جایگاه خود در آن ساختار قدرت را چطور می بینند؟ رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی، میگوید سپاه پاسداران به رغم داشتن لایه‌های مختلف در مجموع بزرگترین خطر را متوجه آینده سیاسی ایران می‌کند. اما هوشنگ امیراحمدی، استاد علوم سیاسی در راتگرز نیویورک، میگوید بحث خطر از جانب نظامیان از جمله سپاه بحثی انحرافی است. از او خواهیم پرسید منظورش چیست. اما پیش از آن آقای علی جانی، شما بگید. اول بگید منظورتون از لایه‌های مختلف سپاه چیه؟ وقتی ما در مورد سپاه حرف میزنیم، یا حداقل من حرف میزنم، منظورمون هرم بالای سپاهه، یعنی اون لایه‌هایی که آقای خامنه‌ای منصوب میکنه و معاونین اونها. خب به بدنه سپاه و پرسنل سپاه من تو این بحثم زیاد تمرکز ندارم، بهش اشاره میکنم. ولی سپاه چند تا حوزه و شاخه مهم داره. یه شاخه مثلا سپاه محمد رسول الله، سار الله، اینها بیشتر بحثشون امنیت داخلیه و مسئول برخورد با اعتراضات مردمی، اعتصابات و اینا هستن. یه سپاه قدس که بیشتر خارج از کشور، ماموریت‌های خارج از کشور، لیبی، لبنان، سوریه، عراق و یمن، منطقه، یعنی ماموریت‌های خارجی داره. خاتم الانبیا، خاتم الاوصیا و امثال این هستند که ادامه سازمان‌های جهاد، مهندسی جهاد دوره جنگ هستند که حالا بیشتر فعالیت‌های اقتصادی می‌کنند. این لایه‌ها علی‌رغم تفاوت‌هایی که با هم دارن، ولی زیر فرماندهی آقای خامنه‌ای هستند و گفتمان آقای خامنه‌ای رو دنبال می‌کنند. اختلافات شخصی و گرایشی هم در حدی در سپاه وجود داره. مثلا آقای قاسم سلیمانی با آقای جعفری گزارشی نمیده و همه امکاناتش مستقیم وصل به آقای خامنه‌ایه. یا فرض کنید یه اکیپ محسن رضایی داره، یا مثلا آقای شمخانی داره و دیگران دارن، قالیباف هست، دیگران. اینا دسته‌بندی‌هایی است که خیلی تعیین کننده نیست. این یه مسئله. ولی اون لایه‌هایی که گفتید، لایه برون مرزی، لایه امنیتی که بیشتر کار سرکوب اعتراضات رو به عهده داره در داخل شهرها، و لایه اقتصادی که خیلی‌هاشون مهندسین سپاه هستن دیگه در خاتم الانبیا، بین اونها اختلاف ایدئولوژیکی یا اختلاف در ارتباط با منافع اقتصادی نمی‌بینید؟ نه در حد تعیین کننده. ما یک قدرت دوگانه داریم، ما هم ولایت داریم هم جمهوریت، یه چیز نسبی جمهوریت. سپاه از ابتدای انقلاب تا حالا
حزب نامرئی و بازوی نظامی بخش ولایی بوده. بخش ولایی که زیر بار نظر اکثریت نمیره، یعنی انتخابات‌های مختلف مردم میان نظراتی میدن، آقای خامنه‌ای و سپاه زیر بار نمیرن. این یه بلوک قدرته، من اسمشو میذارم بلوک ولایت. این بلوک ولایت از هر مترو شاخصی استفاده کنیم، دموکراسی، توسعه اقتصادی، آزادی، امنیت، حتی که مهمترین کار سپاهه و در این قسمت خدماتی هم کرده در جنگ، امنیت مرزها، ولی در ادامه بحث میکنیم چرا حتی تو این قسمت کارکر سپاه منفیه. و اگه ما از موضع تغییر ایران ببینیم که مردم ایران ناراضیان اکثرشون، سپاه مهمترین عامل و مانع تغییر در ایرانه، چون که گفتمان سپاه گفتمانی است که بخش ولایی طراحی کرده. این چند لایه داره. یه لایه‌اش این هست که ترجیح نظام بر ایران، لایه دومیش اینه ترجیح منویات آقای خامنه‌ای و رهبری بر مطالبات مردم، لایه سومش هم یه گفتمان شبه چپه، در خوشبینانه ترین حالا یه گفتمان شبه چپه که ضد امپریالیستی، ضد صهیونیستی، میخواد به دشمن لطمه بزنه، منافع دشمن رو به خطر بندازه و اینم مغایر منافع ملی ماست. این گفتمان ولی یه حاشیه‌ای هم داره، حاشیه عدالت خواهیه. این عدالت خواهی که ویژگی چپ هم هست در سپاه مرتب به حاشیه رفته و در کنارش یک باندهای مافیایی قدرت و ثروت به وجود آورده که از قضا نه ایمانی به اون نگرش ضد امپریالیستی، ضد صهیونیستی داره و نه دلی به عدالت داره. سپاه منابع اقتصادی یک کشوری رو که جمعیتش یه درصد دهک‌های زیادیش در حالت فقر زندگی میکنن برای بلندپروازی‌های مصرف کرده که در نهایت به همون سرنوشتی دچار کرده ایرانو که شوروی دچارش شد. بله. یعنی یک به اصطلاح گولی با پاهای چوبی. پاهای بله. چوبی گول شوروی اقتصادش بود و ایران هم همین. بله. آقای امیراحمدی، شما میگید که بحث خطر سپاهیان، بحثی که آقای علیجانی تحت عنوان مانع اصلی در مقابل تغییر بودن مطرح میکنه، این یه بحث انحرافیه. منظورتون چیه؟ ببین، میگم ای کاش انقلاب نمیشد. چون اگه انقلاب نمیشد اصلا این بحث نبود، سپاهی نبود، آقای خامنه‌ای نبود، اسلامی به این معنایی که الان داریم به عنوان ایدئولوژی دولت نبود. مشکل از انقلاب شروع شد، نه از سپاه. بذار صادقانه طرف بزن. یه ملتی ریختن تو خیابون، خواستن سرنوشت خودشون رو بهتر کنن. بعد به قول اون دانشمند چیزمون، چپمون، میگه ما سرنوشتمون خودمون میسازیم، نه اونجوری ولی که خودمون میخوایم. یه چیزی دیگه در اومد. این از اول انقلاب یک انقلاب اسلامی بود. انقلاب اسلامی یک انقلاب غیر ایرانیه، از اولش بود. اسلام یک ظرف ایرانی نداره، یه ظرف جهانی داره. اصلا برای آقای در 3-4 سال اول انقلاب رهبرای بالای جمهوری اسلامی کلمه ایران رو نمیگفتن. من یادم اولین بار وقتی که آقای منتظری ایران رو گفت من پریدم از جا. واقعیت اینجوریه. ولی خب با جنگ با عراق و اینا، ملی‌گرایی و ایران و اینا رو عمده کرد. حالا چرا من این حرفو میزنم؟ برای اینکه باید ببینیم مثلا این سپاه چرا به وجود اومد، چطور شد و چرا به اینجا رسیده. از همون اول انقلاب نیروهای اسلامی میگفتن که با توجه به تجربه‌ای که در گذشته بود با کودتای 53 و اینا، فکر میکردن که بالاخره یه انقلاب، یه کودتایی هم بر علیه این انقلاب میشه، این انقلاب رو از بین میبرن. و بنابراین اومدن یک تشکیلاتی درست کردن به نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. روش هم ایران نیست، گفتم برای اصلا ظرف ایران نبود، قرار بود اسلامی باشه، جهانی باشه، مستضعفین هر جای دنیا هستن به اینا مربوط میشه، از این حرفا. تو قانون اساسی جمهوری اسلامی هم به همین عنوان این مسئله مطرح شده که اصلا این انقلاب فقط ایرانی ها اینا که نیست. بله. انقلاب جهانی. این سپاه بنابراین از روز اول دو تا وظیفه داشت، یکی این که از انقلاب پاسداری کنه و دوم از اسلامی که با این انقلاب اومده، نه هر اسلامی، پاسداری کنه. و برای این کار
دو تا به اصطلاح جا وجود داشت این اتفاق بیفته، یعنی باید کار میکرد. یکی داخل خود کشور بود، به حال کلی به قول خودشون ضد انقلاب بودن، چپ بودن، اینا بودن، میخواستن این انقلاب رو نابود کنن. دوم خارج از ایران بود، توی منطقه، یه دو کشورهای نمیدونم دوست امریکا بودن، صهیونیستا بودن، نمیدونم از این حرفا. بنابراین سپاه از همون اولش دو تا شاخه شد، یه شاخه درون کشور باید مواظب آدمای من و شما باشه که ضد جمهوری اسلامی مثلا هستن، یه شاخه دیگه هم در خارج از منطقه که نذاره امریکا و روسیه و تیمس اسرائیل و این عربای به اصطلاح طرفدار امریکا و اینا صدمه ای به انقلاب بزنن. یعنی در واقع به چه نتیجه میخواید برسید؟ نتیجه که میخوام بهش برسم اینه که اولا این نیرویی که به نام سپاه میخوایم بگیم و خودشون رو درست نکردن. اونایی که الان شدیدن مخالف همین سپاه هستن، اینا بنیانگذارای همین سپاه هستن. این نکته اول. یعنی میخوام بگم که نیروی اونجا درست شد، یه وظایفی بهش داده شد. بله خب نکته دوم درست مثل که به امیر احمدی بگه تو معلمی، تو درس باید بدی، بعد به من ایراد بکنن که چرا دارم درس میدم. میگم آقا شما این سازمان رو ساختی، معتقد هستید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باید یک وظیفه رو انجام بده و اونهایی که این وظیفه رو به عهده‌اش گذاشتن اونها هستن که مسئولن. خب. این نکته اول. بله. بنابراین من میخوام بگم که برای همینم هم میگم سپاه گاهی مظلوم واقع میشه. چرا؟ برای اینکه به سپاه گفتن تو این کارو بکن، خب سپاه همون کارو میکنه، بعد بهش ایراد میکنن. خب این انصاف نیست. نکته دوم، سپاه یک نیروی نظامیه، نظامی نه به عنوان کلاسیک، به هر حال یه نیروی نظامی کار ارتشی میکنه. یه نیروی نظامی یه نیرویی که وظیفش به اصطلاح اطاعت به امره. سپاه یه رهبر داره، یعنی یک فرمانده داره، فرماندهش آقای خامنه ایه و همراه با خامنه ای 120 تا روحانی هستن که کشور رو دست خودشون دارن، یه نظام درست کردن. این نظام نظام سپاهی ها نیست، سپاه روحانیونه. این حکومت مذهبیه، این حکومت تیوکراتیکه. یعنی چی؟ یعنی شما یه رهبر داری که حتی رئیس جمهورمونم الان روحانیه، رئیس قوه قضاییه، رئیس امنیت، عرض کنم که شورای نگهبان، مصلحت نظام، خبرگان، امام جمعه ها، کشور رو اینا میگردونن. سپاه با بسیج یا هر نیروی دیگری، نیروهای انتظامی، ارتش، اینا همشون زیر مجموعه اینان و فرمان میبرن. زیر مجموعه این تعداد از این 120 نفر متوجه شدم. یه جایی اخیراً در یکی از صحبت‌هاتون شما گفتید که اگر 120 تا آخوند را بشود از حکومت بیرون کرد، این کار اساسی است. هر بحث دیگری از جمله بحث نظامیان و خطر اونها انحرافی است. پس در واقع برخلاف آقای علیجانی فکر می‌کنید یک نیروی بیرون از سپاه که مانع؟ بله، من اصلا می‌گم اون خطری که آقای علیجانی میگه اون 120 نفرن. بله. اصلا خطر روحانیونن. ببین درست مثل که زمان شاه شما بگید که ارتشه یا ساواکه یا گارد جاویدانشه که مسئله داره، نه، مسئله شاه بود و دربار بود. به همین دلیل هم وقتی که شاه رفت مشکل همه حل شد. آقای علیجانی میشه چنین مقایسه‌ای رو پذیرفت؟ دوران پیش از انقلاب رو ایشون میگن و ارتش معلوم شد که مسئله نیست و الان هم سپاهیان شاید مسئله نیستند. من این صورت بندی رو دقیق نمیدونم، یعنی سپاه هرچند تعارضی باهاش ندارم، چون بعضیا فکر میکنن سپاهی که داره آقای خامنه‌ای یا ولایت فقیه رو راه میبره، یعنی سپاه بالای ولایته. من در این قسمت با آقای امیر احمدی هم نظرم که نه، ولایت بالای سپاه، اما مقایسش با ارتش زمان شما درست نیست. یعنی اون 120 تا، حالا از تمثیل ایشون استفاده بکنیم، 120 روحانی که خودشون حکومت رو پیش نمیبرند، این 120 روحانی که قدرت مهار جنبش های اجتماعی رو ندارن، این 120 روحانی نیستن که میرن در مثلا سوریه دخالت میکنن، این 120 روحانی نیستن که این کارا رو میکنن. ببینید سپاه الان حزب نامرئی آقای خامنه ایه. سپاه فقط ارگان نظامی نیست. اگه ما سپاه رو تقلیل بدیم به ارگان نظامی و مقایسه کنیم با ارتش زمان شاه،
صورت مسئله رو یه خورده ساده کردیم. سپاه تو اقتصاد ایران به شدت نفوذ داره، سپاه در اقتصاد ایران به شدت نفوذ داره. اقتصاددان‌ها بین 30 تا 40-50% حتی چرخه مالی و اقتصادی ایران رو دست سپاه می‌بینن. سپاه یک ارگان غیر شفاف تو اقتصاد. سال یه بار با آقای خامنه‌ای گزارش میده، بودجه شفاف نیست، شرکت‌هاش زیان‌ده هستن، اصلا کارآمدی تو اقتصاد سپاه اصل نیست. اقتصاد سپاه یه بخشیه، سپاه ارگان اطلاعاتی شده الان، یعنی ارگان اطلاعاتی ساد. ابتدا این کارو پنهان میکرد ولی الان اصلا رسما، یعنی اومده تو قانون، یعنی یه کسی که میره نماینده میخواد بشه، هم وزارت اطلاعات رسمی کشور باید اینو تاییدش کنه، هم اطلاعات سپاه تاییدش بکنه. خب برای همینم هم ببینید، سپاه وظیفه‌ش اینه. نه وظیفه‌ش سپاه نبوده وارد کار سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه. اجازه بدید، سپاه میگه به من گفتید شما من پاسداری کنم، من دارم میبینم امیر احمدی داره کارهای ضد انقلابی میکنه بر علیه نظام، من بذارم همینجوری بگرده؟ ببینید ببینید آقای امیر احمدی، فکر میکنید که اونهایی که فعال محیط زیستی هستن، اونهایی که جمعیت شناس هستن، از دانشگاه ها میان برن تحقیقات میدانی در مورد چه میدونم میزان بارداری بکنن، در مورد مسائل جمعیتی بکنن، سپاه با دستگیری اینها، با بازداشت اینها، در واقع کار خودش انجام میده، یک وظیفه ای که به عهده‌اش گذاشته شده رو انجام میده؟ نه ببینید، اولا من نمیخوام در یه موضعی قرار بگیرم که از به اصطلاح عملیات و کارهایی که سپاه میکنه دفاع کنم. من خیلی هم نقد میکنم، کارهای بسیار بدی هم سپاه میکنه، نکتم اون نیست. من یک کلده ببین، یه وقت جزئیاته که بگیم کد سپاه اینجا داره چه کار میکنه، اونجا داره چه کار میکنه. من میخوام یک دید استراتژیک در مورد این سپاه مطرح میکنم همیشه. من واقعا تو جزئیات نه اطلاعات دارم و نه اصلا میخوام وارد شم. من یه بحث کلی تری میگم، مثال میزنم، بحث اقتصاد. آقای خامنه ای و آقای هاشمی رفسنجانی بعد از جنگ، آقای خمینی هم هنوز زنده بود، اومدن قانون اساسی اولیه رو تجدید نظر کردن. توی اون قانون اساسی جدید یه دونه واحد گذاشتن که سپاه، یعنی نیروهای نظامی کشور در زمان صلح باید تو بازسازی باشن. اونی که سپاه رو عبور توی بخش اقتصاد و اینا آقای هاشمی رفسنجانی بود. هیچ کس این واقعیت رو نمیخواد اقرار کنه، هیچ کس نمیخواد بگه که آقا اینی که سپاه میکنه تو قانون اساسی هست. ولی میخوام بگم که تو قانون اساسی میخوام بگم که یه چیزایی رو به سپاه میگن که آقا به سپاه گفتن انجام بده، حالا بهش ایراد میکنن. حالا ممکنه سپاه خیلی وسیع‌تر از اون فکر اولیه رفته باشه. میدونی متاسفانه اینجور جریان ها به قول امریکایی ها کیومولیتی و انباشتیه. سپاه رو گفتن تو بیا توی مثلا یه کاری انجام بده. از اون میره. متوجه هستم. اون چه که آقای امیر احمدی میگه به استنباط من، اگر اشتباه میکنم تصحیح کنید آقای امیر احمدی، این است که باید تا اونجایی که ممکنه جدا کرد و نیروهای مختلف، سازمانها و نهادهای مختلف در درون یک حکومت رو ضرورتاً یک پارچه نکرد و اگر قرار تغییر ایجاد بشه باید سعی کرد جدا سازی کرد. تکلیف این با اون متفاوته و به گفته ایشون، یه جایی من باز هم نقل میکنم از شما آقای امیر احمدی، قیام نظامیان ممکنه شرایط مردمی شدنش رو بشه فراهم کرد اگر اتحاد نخبگان و نظامیان مقدور بشه. فکر میکنید این خیلی ساده لوحانه است یا نه این چیزیست که خیلی از کسانی که روی گذار و تغییر جامعه کار میکنن انجام میدن؟ ببین، من با این نکته که مشکل اصلی در ایران ولایت فقیهه و کسانی که از سپاه رو به عنوان بازوی نظامی و حزب نامرئی خودشون تبدیل کردن موافقم، ولی با این تفسیر که اینا وظایف قانونیشون بوده، اینا توی شرح وظایفشون بوده، به هیچ وجه اینطوری نیست. یعنی جایی قرار نبوده سپاه مثلا اسلحه ببره توی مهمات ببره تو حج عربستان، جایی این قید نشده. اصلا کجا گفته شده سپاه باید وارد اقتصاد بشه؟ هیچ ماده قانونی وجود نداره. ببین، یه ماده قانونی است راجع به ارتشه، اونم در
با استفاده در تحت نظر دولت. ببین سپاه دو تا اساسنامه داره. اساسنامه اولیش دو سه ماه بعد انقلاب نوشته شده. اساسنامه بعدیش سال 1361 نوشته شده. اجازه بدید وارد این جزئیات مربوط به متون قانونی نشیم، چون واقعا اون چه که در ایران میگذره به هر حتی اگر تفسیر شما رو پذیریم یا آقای امیر احمدی کاملا متفاوت با اون چه که در قوانین و آیین‌نامه هست. شما گمان میکنید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 40 سال بعد از انقلاب خیز برداشته که بیش از این بخواد؟ چون خیلی ها مثلا حسین الله کرم از چهره‌های نزدیک سپاه صحبت از دولت مقتدر کردن و گفتن که در شرایط کنونی که تقابل بین ایران و آمریکا داره بیشتر میشه باید یک دولت مقتدر بیاد سر کار، که منظورشون بعد معلوم شده دولت نظامیه. آیا این زمزمه ها به نظر شما ناشی از این است که سپاه داره خیز برمی‌داره برای مثلا تسخیر جایگاه ریاست جمهوری؟ این قول سپاه از شیشه خارج شده، این قول رو آقای هاشمی خارج کرده، من اینو میپذیرم، ولی این قول باید به شیشه برگرده، نباید توجیه بشه حضورش و وجودش در همه نظام بانکداری. سپاه میره تا نیرو مسلح میبره باند فرودگاهو میبنده، سپاه میره طرفدار موتیزیسو میگیره. اینو گفتید آقای علیجانی در جواب من. ببینید وقتی یه مرجعی فوت میکنه خانوادهش سعی میکنن سرمایه اجتماعی و سرمایه اقتصادیش رو حفظ کنن. بیت قدرت هم وقتی جایگزین میشه یه رهبر جدید با یه رهبر قدیم، کلی سرمایه، سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی جابجا میشه. حالا سپاه و آقای خامنه‌ای، یعنی این بلوک، نه فقط سپاه، این بلوک میخواهد هم این قدرت اقتصادی، این سرمایه اجتماعی و اون گفتمان خودش رو حفظ کنه برای آینده جمهوری اسلامی. پس در واقع در تلاش برای حفظ وضعیت تا اینکه فراتر از اینی که هست بره سپاه، سپاه فکر میکنه جای فتح نشده ای نداره که بخواد. دولت احمدی نژاد دولت سپاه بوده، سپاه نیازی نداره. سپاه الان تو مجلس حضور داره، تو دولت حضور داره، رسانه بله. دستش هست، بله. حالا همه چی دستش. اون چه که من در اون نقل قول گفتم، میشه بگید نظرتون به طور خاص چیه وقتی میگید میشه اتحاد نخبگان و نظامیانی که قیام نظامی کردن رو مقدور ساخت و این از جمله شرایط ایجاد یک کشور دموکراتیکه؟ دو تا نکته اول بگم. این که سپاه در واقع کارهای آقای خامنه‌ای رو میکنه کاملا درسته، حالا دولت سایشه یا حزب سایشه، بله. ولی من اعتقاد دارم ورای خامنه‌ای بره 120 نفر از این روحانیون درجه اولن که آقای خامنه‌ای یکی از اوناست، خیلی هم از اونا بالاتر نیست. این نکته اول، یعنی برمیگردم به اون تز من که روحانیون، این نظام، نظام روحانیت تئوکراتیکه. ما به ایرانیا باید اینو بفهمیم. متاسفانه اینو ما نمیخوایم قبول کنیم که این نظام، نظام روحانیته، بله. نظام سپاه و نظامی نیست. نکته دوم، ببین جنبش طبقات متوسط روشنفکری کشور در این 300 در این 70-80 سال گذشته نمیدونم به چه دلیلی خیلی شدید ضد نظامی هاست. ما در ایران یه فرهنگ ضد نظامی داریم. فکر کنم شاید از رضا شاه اومد که جنبش های روشنفکری ضدش بودن، بعدن میدونید کودتای 1953 شد. خیلی از این روشنفکران با رضا شاه همکاری کردن. خب نه، اون سیاست مداران روشنفکر، بله. بودن، نه روشنفکرای سیاسی. من بین دو تا تفاوت میذارم، یعنی بله. بین قوام و فروغی تا مثلا این برای خیلی از روشنفکرها که سیاست مدار هم بودن باش همکاری، آره. کردن خیلی کم، ولی بله. اصولا روشنفکرای ما تو ایران در مجموع مخالفن با نظامی. نظامی اصولا منفیه. این به نظر من فرهنگ غلطیه. من توی امریکا 45 سال زندگی کردم، دو تا حزب، وقتی که رئیس جمهور یه حزب میاد تو چیز، افراد اون یکی حزب براش بلند نمیشن، ولی وقتی یه نظامی میاد تمام 400 نفر بلند میشن. یک احترام خاصی برای نظامی هاشون دارن، برای اینکه نظامی ها اصولا آدم های وطن پرستی هن، جونشون رو تو خط گذاشتن، آدم های درست حسابی هن، خود آدم های بدن توشون زیاده. خیلی ما متاسفانه این فرهنگ رو نداریم، یعنی فرهنگمون فرهنگ ضد نظامی هاست. در آمریکا اما ما نیروی نظامی دو شقه نداریم، سپاه و ارتش ما نداریم. تصادفاً داریم، ما انواع اقسام سازمان های نظامی درون تو آمریکا داریم،
بعد خیلی از ناتو غیر رسمی ان، نمیدونم یه کارهایی میکنن که اصلا خبر نداره. ما ارتش های سری تو امریکا داریم که اصلا که واقعا شما فکر میکنید نه میخوام بگم که همه جا هست. دو بلوک نظامی متفاوت در ایران، ارتش و سپاه، یه چیزی شبیه این در امریکا فکر میکنید؟ نه ببینید خب فرق میکنن، نهادی شدن، یک نوع دیگری نهادی شدن. تو امریکا اون سازمانایی که میگم به طور رسمی کار نمیکنن، غیر رسمی تو منطقه همه جا هستن، اینا یک جور دیگه این به اصطلاح نهادی شدن. حالا من میخوام نکته که میخوام بگم اینه که به هر حال این چیزای عملیه، یعنی فقط تو اساسنامه ای نیست، یک اتفاقاتی روی زمین میفته که ورای اساسنامه میره. نکته که دو تا نکته میخواستم بگم، یکی این که این سپاه، یه دلیلی که باید مخالفت با سپاه میشه اون فرهنگ ضد نظامیه، هر با هر کی بیاد ما مخالفیم. نکته دوم بحث انقلاب و ضد انقلابه، خیلی مهمه. ببین همه انقلابا به یه جایی میرسن که دعوا بین انقلاب و ضد انقلاب اجتناب ناپذیر میشه. انقلاب مشروطیت دست رضا شاه افتاد، جنبش مصدق دست سیایه افتاد. بنابراین الان بعد از 40 سال جمهوری اسلامی رسیده به مقطع مبارزه بین انقلاب و ضد انقلاب. یک نیرویه که میگه من با دیگه با این انقلاب کاری ندارم، یه نیروی دیگه میگه نه خیر، من با این انقلاب کار دارم، این انقلاب میخواست عدالت درست کنه، میخواست آزادی درست کنه، میخواست استقلال درست کنه، به عنوان اینا من میخوام با اونا باشم. این نیرو، نیروی مثل احمدی نژاد، مثل سپاه، مثل بسیجی ها. بله. اما بسیار. معناش این نیست که ما بخوایم بگیم، یعنی دارم بحث ارزشی نمی کنم، بنابراین این مشکل وجود داره. آقای امیر احمدی، اون وقت که نظامی ها رو در آمریکا میشناسن، آرایش نیروها رو در ایران به گمان من نمیشناسن. ببینید این شبیه اونه، ما بخوایم توسط سپاه انقلاب رو نجات بدیم، حالا به اصلش برمیگردم، که بخوایم توسط ساواک شاه رو تغییر بدیم. الان سپاه ساواک شاهنشاه آریا مهره. انقلاب ایران دنبال آزادی بوده، دنبال عدالت بوده. گفتمان انقلابی این گفتمان کاریکاتوری. این مقایسه ای که میکنید که تایید حرف آقای امیر احمدیه، ساواک که در واقع اوامر رو اجرا میکرد. بله، من اینکه سپاه فرمانبر ولایت فقیه، اینو من قبول دارم و اون بحثی درش نیست که مشکل اصلی ولایت فقیه، ولی ولایت فقیه ابزارهایی داره که این ابزارها رو نمیشه تطهیر کرد. ببینید سپاه نمیخواد انقلاب رو نجات بده، ببینید سپاه نمیخواد عدالت اجرا کنه، سپاه نمیخواد از منافع ملی دفاع بکنه. ببینید سپاه، بزرگترین عام اطلاعات سپاه و سپاه علیه رأی مردم کودتا میکنه. آیا انقلاب ایران دنبال کودتا بوده؟ کودتا علیه رأی مردم بوده؟ سپاه علیه نویسندگان، سپاه علیه وبلاگ نویسه، سپاه علیه جامعه مدنی. انقلاب ایران که از مهمترین شعارهاش آزادی بوده. آقای امیر احمدی، انقلاب رو به معنای یک تصویر بلوک شرقی و خمر سرخی از انقلاب میدن. بله. انقلاب ایران به دنبال آزادی بوده، انقلاب ایران به دنبال استبداد و حاکمیت. بله. ولایت فقیه. بله. که نبوده. آقای امیر احمدی، من انتهای صحبت نوبت پیشین آقای علی جانی رو میگیرم و میخوام ببینم نظرتون راجع به اون چیه. آقای علی جانی میگه 40 سال بعد از انقلاب الان دیگه سپاه احساس میکنه هرچی که باید رو داره و نیازمندی نیست که تغییر در اوضاع مثلا به سود خودش بده. نه من قبول ندارم. بگم چرا قبول. بله. ببینید ما به یه جایی رسیدیم که این حاکمین نظامی باید از صحنه قدرت برن بیرون. اینا باید برگردن همون تو جامعه مدنی، جاشون تو جامعه سیاسی نیست. آقای خمینی هم گفته بود به مردم که روحانیت نباید حکومت میکنن، بیان اینجا. من میگم که حالا چجوری باید این کارو کرد؟ خب یه عده هستن اونجا براندازن، سرنگونی میخوان بکنن، یه عدهشون تفنگ دارن، یه عده میخوان انقلاب را بندازن، هزار چیزی. من میگم که خب حالا ممکنه به اونجا برسیم، اما ما از همون اول لازم نیست به اونجا برسیم. من یک جریان 3 مرحله‌ای رو پیشنهاد میکنم. 2 مرحله اول یک طرح ساختار شکن 8-9 ماده است، میذارم رو میز برای آقای خامنه ای و اون حاکمین مذهبی. میگم شما این طرح رو اجرا کنید. طرح اجرا خیلی میگه قانون اساسی باید عوض بشه. در مورد نظامیان چی میگه تو این؟ بله حالا میخوام این عرض بکنم. میخوام بگم که یه طرح میذارم. من فرضم اینه که آقای خامنه ای و نیروهای مذهبی اینو قبول نخواهند کرد. مردم تو خیابونان،
دارن اعتصاب میکنن، تظاهرات هست، اعتصابات هست و دیگران هم دارن تحریک میکنن. همزمان که داره آقای خامنه‌ای این طرحو قبول نمیکنه و مقاومت میکنه، وضع مردم خرابتر و خرابتر داره میشه، افرادی که تو خیابونا میرزن بیشتر میشه. در همچه وضعیتی سپاه یا نیروهای نظامی رو این نیروهای مذهبی میارن وسط خیابون، به اینا میگن برای چی نشستی اونجا، برو با اینا مبارزه کن. اینا میان وسط. خب حالا وقتی که اینا اومدن وسط، دو تا در واقع گزینه ما داریم، آدمای مثل من، مثل آقای علی جانی. یه گزینه اینه که مردم رو جمع کنیم، نه فقط بر علیه مذهبی ها بلکه نیروهای حاکم مذهبی، بلکه بر علیه سپاه هم میگیم ما با شما هم میجنگیم، مردم بریزیم تو خیابون، اینا رو هم از بین ببریم، برای اینکه اینا خطرن. گزینه دوم که گزینه منه، میگم نه، این کار رو ما نکنیم، برای اینکه اون ایران رو سوریه میکنه، جنگ داخلی ایجاد میکنه، مبارزه همزمان با سپاه و بسیج و امنیت و نمیدونم روحانیت و اینا غیر ممکنه، حداقل برای کوتاه مدت و میان مدت یک جریانی. چه کار باید بکنیم؟ میگیم خیلی حالا آقای نظامیان شما اومدید تو خیابون، عالی، قدمتون رو چشم ما، اما یه شرط داریم با شما، اگه میخواید بیاید ما با شما کمک به شما کمک میکنیم، نیروهای مردمی هم پشت سر شما میندازیم، با هم بریم اول نیروهای حاکمین مذهبی رو بیرون کنیم، با عزت هم اینا رو بیرون کنیم، شما بیاید با ما نخبگان سیاسی مردمی جمع شیم این کار رو بکنیم. حالا دو تا گزینه داریم، یا سپاه میگه آره یا میگه نه. میگم اگه بگی نه، من مردمم برم توی انقلاب، اگه گفتی آره ما با هم کار میکنیم. آقای علی جانی ببینید، من یه نکته بگم و یه نقدی بین طرح آقای. نکته اینه که ببینید سپاه نیروی انقلابیش انقلابی تو گیومه، یعنی انقلاب به اون معنی که سال 57 مردم میخواستن و روشنفکرام ایزن با مردم میخواستن، سه بار در سپاه تصفیه شدن. یعنی سپاه الان یه سپاه تصفیه شده است از نیروهایی که انقلابی فکر میکرد. منظورتون از سه بار چیه؟ سپاه پاسداران. یه بار سال 60 سپاه تصفیه شده، یعنی طرفداران آقای بنی صدر از سپاه تصفیه شده. یه بار در دوره برکناری آقای منتظری، طرفداران آقای منتظری از سپاه تصفیه شده. یه بارم تو جنبش سبز طرفداران آقای میرحسین موسوی. من این سه تا رو ادامه انقلاب میدونم، نه آقای خامنه‌ای که بگیم آقای خامنه‌ای اصل انقلابه، سپاهی هم که طرف آقای خامنه‌ای انقلابیه، آقای احمدی نژاد هم که دولت 8 سالش دقیقاً سمبل آقای خامنه‌ای، اینا انقلابیان و آقای مثلا حجاریان اینا ضد انقلابن، نه اینا ادامه دهنده گفتمان انقلابن. اما انتقادم یعنی سپاه حالا سپاه مثل ساواک و مثل گارد جاویدان میمونه. ما از طریق ساواک و گارد جاویدان نمیتوانیم با شاه مبارزه کنیم. حالا از اینجا من نقدمو میگم، من آرزو میکنم، من سیاست رو به سو بازی کامپیوتری نمیدونم که اینو عوض کنیم اونو عوض کنیم بشه، من آرزو میکنم که آرزوی آقای امیر احمدی قابل تحقق باشه، یعنی سپاهیانی باشن که به مردم بپیوندن و پشت بکنن به آقای خامنه‌ای. ولی من این رو خیلی واقع بینانه نمیدونم، یعنی سپاه مرتب تصفیه میشه، بدنی سپاه نه، بدنی سپاه ببینید در شهرک محلاتی در شمال شرق تهران صندوق‌های رأی چه در سال 76 چه سال 84 چه سال 92 بله. تفاوتی با بقیه تهران بله. نداره بله. ولی این بدنی سپاه بله. اون رأس هرم سیاسی سپاه، من بدنی سپاه رو بعید نمیدونم وقتی حاد بشه شرایط سیاسی به مردم بپیوندند، چون اینها درستی که ضد آمریکایی زده. ببینید آیا منظور آقای امیر احمدی اتفاقا همین بدنی نیست که شما میگید بعید نیست مردم بپیوندند؟ منظور شما چه بخشی از سپاهه؟ ببینید این جریان خیلی داینامیکه، یعنی استاتیک، یعنی ایستا و واستانه. ببین سپاه وقتی که میاد تو وارد میدون میشه، آقای جعفری که نمیاد که، آقای قاسم سلیمانی نیست، یه نیروهای دارن میارن تو خیابون که اینا حتی ممکنه یه دفعه متوجه بشن که نه قاسم سلیمانی داره بی خود میگه یا جعفری، گوش نمیدن. ببینید انقلاب ایران وقتی موفق شد که در لویزان دو تا گروهبان رفتن توی چیز نهارخوری شروع کردن به شلیک کردن، یا همافرا گوش میده شروع کردن به چیز کردن. ببینید این جریان ها خیلی داینامیکه. من اعتقاد دارم وقتی سپاه رو
بیارن تو خیابون و مردم تو خیابون باشن، سپاه ممکنه یک گروهی از اینا بمونه با روحانیون، ولی حتما تجزیه میشه. اینو من قبول دارم با یک تفسیری که کاملا نتیجه عکس میده. ببینید تجزیه میشه به این معنا تجزیه میشه که به نظر من یک نیروی میپیونده به مردم. ولی هم شما آقای امیراحمدی و تا درجه کمتری آقای علیجانی گویی دارید راجب یک انقلابی که شروع شده یا قریب الوقوع صحبت میکنید. در ایران اعتراضات پراکنده‌ای هست، اعتصابات و اعتراضات کارگری هست، ولی مقایسه این با سال 56 و 57 ایران یه مقدار بیراه نیست. نه آقای کریمی، ببینید میرسیم به اونجا، اعتقاد دارم میرسیم. من مطمئن نیستم آقای کریمی که شرایط ایران شرایط انقلابیه. نه انرژی توان آزاد شده تا کنون مردم مثل 57 و نه سستی حکومت شبیه 57 در یه شرایط فرضی من دارم بحث میکنم. ولی نکته این هست که در انقلاب 57 هم نیروهای نظامی به مردم پیوستن، نه اینکه نیروهای نظامی رفتن شاه و کنار زدن. اون چیزی که آقای امیراحمدی میگن یه پارادوکسیکاله، من این رو میپذیرم و این دقیقم هست. در بدنه سپاه این بقیه مردمن، از قضا ذهنیتشون عدالت محور تو آزادی محور. اگر اینها بخواهن به سینه فقرا شلیک کنن سپاه ریزش فراوانی خواهد کرد. بعد ریزش به سمت مردم، سپاه موقعی میتواند توسط سپاه روحانیون رو کنار بزنیم، یعنی فرمول آقای امیراحمدی، که سران سپاه بخوان اسلحه‌شون رو بچرخونن طرف آقای خامنه‌ای. این کسانی که این دیدگاه رو دارن از سپاه تسویه خواهند شد. من آرزو میکنم که رأس هرم سپاه هم بپیچه و پشت به آقای خامنه‌ای رو به مردم بشه، ولی این فکر نمیکنم آرزوی برآورده شدنی باشه. چند تا چیز هست. اولا روحانیت خب دیگه چیزی ازش نمونده، خیلی عذر میخوام، این 120 نفر همشون بالای 75 80 ان و داره تجدید تولید خودشو نمیکنه. این نکته نمی کنه واقعا آقای امیرحمدی، مرتب زاد و ولد میکنه که آقای امیرحمدی الان دارن بازنشسته هاشون میرن، جوان تراشون میان. شما مشکل ندارن اینا به قول معروف کم نمیارن، نسل جدید با تولید میشن. به طور قول میدم میکنم. ببین چرا؟ برای اینکه ببین مسئله فقط سن نیست، فرسودگی فکری، فرسودگی ایده است. اینا دیگه اون اسلام اون قدرت بزرگی تو مردم نداره. ببین مردم گرسنن، حتی حضرت علی هم گفته ایمان تو شکم آدم گرسنه ثابت نمیمونه. آقا این مردم گرسنن، این مردم فقیرن، این هر روز داره جامعه ایران میدونید انقلابی تر میشه. الان نیروهای کارگری برای اولین بار در تاریخ 70 سال گذشته پرچمدار این جریان شدن. توی انقلاب توی 170 سال گذشته طبقه متوسط روشنفکر بود که همیشه میومد وسط. بله. آخرین زورش هم توی جنبش سبز بود، تموم شد. الان به قول امریکایی ها moving forward، به طرف جلو طبقات کارگری و فقیر جامعه هستن که این کشور رو در کنترل میکنه. من اعتقاد دارم انقلاب بعدی انقلاب کارگری تو ایران خواهد بود، بسیار رادیکال خواهد بود. و این در ارتباط با بحث سپاه چه؟ ببین تو بخش سپاه نیروی کارگری عظیم بود. ببین باور نمیکنید درون سپاه نیروهای هستن که حقوقشون رو 5 ماه نگرفتن. ببین ما اصلا از یک جوری از سپاه حرف میزنیم که انگار همشون آقای سلیمانی و همشون آقای جعفری و آقای سلامی هن. و با این سپاه یک نیروهایی داره که فقیرن. یک مشکلی که ما تو ایران داریم، یک حکومت اشرافی اومده میلیارد میلیارد میدزده، آقای دولت آقای روحانی و داردستش، وزیرش میلیاردره نه میلیونر. بعد همه رفتیم دنبال اینکه آقا چه چیز سپاه داره. من خیلی نمیشه این صادقانه نیست. آقای غیر ببین میخوام بعد بگم ضد انقلاب انقلاب، یعنی این یعنی یک نیروی اومده هر چی بخوای داره، هر چی بخوای میدزده، بعد اصلا کاری با اون نداریم سپاهه. من که حالا نمیگم اینا میدوزن اونا نمیدوزن. آقای امیراحمدی شما نمیگید با شرط نمیزنید. ببینید شما صحبت کردید، ببینید سردستی دوستا در ایران سپاه پاسداران و بیت آقای خامنه‌ای. ایشون با دولت‌های 4 ساله 6 ساله‌ای که سر کار میان تو سری خورم هستن و باید مرتب مطیع. چطور شما سپاه و مطیع آقای خامنه‌ای میدونید ولی به دولت روحانی میرسی اینا مطیع آقای خامنه‌ای نیستن؟ آقای روحانی هم باید تک تک وزراش آقای خامنه‌ای. سردسته دوست ها در ایران
سردسته غارتگری، اقتصاد ایران یا اقتصاد نفتی، رانتی، غارتی بیشتر از همه سپاه پاسداران داره میبره. شما چطوری سپاه پاسداران توجیه میکنید؟ اجازه بدید امیر احمدی، اجازه بفرمایید آقای امیر احمدی. آقای علی جانی اجازه بدید، نکته ای که در حرفای آقای امیر احمدی هست رو شاید بشه اینجوری گفت که در ایران شاید الان چند جور لایه سرمایه داری هست. یکیش شاید فرماندهان و سرداران عالی رتبه سپاه باشن یا مهندسین سپاه در خاتم الانبیا باشن، یه بخشیش ممکنه کسانی باشن که از قبل تحریم ها در دور قبل و حالا دارن سوداندوزی میکنن، بخش های دیگه هم هست. ولی یه بخشی که کمتر رجبش صحبت میشه رو یک اقتصاددان گفته بود سرمایه‌داری بروکراتیک. منظورش چی بود؟ منظورش یک بخش بسیار مهم از کسانی هستند که در آن واحد مدیر عامل چندین شرکت بزرگ هستند، در آن واحد پست های دولتی دارند، در آن واحد حقوق های نجومی میگیرند و اینها از بعد از جنگ در واقع اندوختن و بیشتر هم نه فقط دولت های اصلاح طلب بلکه مربوط و وصل به دولت ها بودن. اینها رو خیلی راجبشون صحبت نمیشه دیگه. رانتخاری در ایران اصلاح طلب اصولگرا نداره، ولی این نبایستی پوششی بشه که ما صادق محفوظی ها، نمیدونم بابک زنجانی ها، ما وقتی که الان ملت میان تو خیابون تظاهرات میکنن اموالشون رو میخوان از شرکت هایی که مال اموال اینا رو خوردن. این شرکت ها شرکت های سپاه پاسدارانه، اصولگراها به شمول سپاه پاسداران، اینها بخش بزرگتر رانتخاری در ایرانن، چون وصل به بخش بزرگتر قدرت در ایرانن. من فقط در نقد صحبت آقای امیر احمدی بود به سپاه. خیلی سریع بگم، خیلی کوتاه، خیلی خیلی ببینید، خیلی جالبه بر من. مثلا آقای احمدی نژاد، روشنفکرای ما با مخالفینش میگن آقا این 800 میلیارد دلار از کجا رفت؟ آقای احمدی نژاد، یعنی سالی به طور متوسط 100 میلیارد در 6 سال گذشته آقای روحانی به طور متوسط 130 میلیارد وارد کشور شده. هیچ کدوم از اینا نمیپرسن که آقای روحانی این 130 میلیارد در سال کجا رفته. بله. هنوزم دنبال اون 800 میلیارد آقای احمدی نژاد. آقای امیر احمدی بخوام بگم با یه اصلاح طلب مناظره میکرد. من یک چیز دیگه میخوام بگم، یک جنگ طبقاتی نمیدونم چیه. گفتم انقلاب و ضد انقلابه. بله. من بدزدم خوبه، سپاه بدزده بده. بسیار. آقای امیر احمدی، من یه سوال بکنم. نه اجازه آقای شما در نوبت خودتون. آقای امیر احمدی، شرایطی که بعد از 40 سال از انقلاب در پیش رو داریم، امکان تقابل نظامی، اگر نه تقابل تمام عیار، ولی برخوردهای نظامی بین ایران و قدرت‌های منطقه‌ای یا نیروهای آمریکایی در منطقه رو خیلی بیراه دیگه نمی‌کنه، یعنی ممکنه پیش بیاد، ولی خود صرف همین امکان باعث میشه که سپاه پاسداران خیلی بیشتر سنگربندی کنه، خیلی بیشتر خودش رو در موضع دفاع از نظام حاکم کنه، همون نظامی که شما معتقد هستید با رفتن 100 120 نفر ممکنه بشه تغییرش داد. آیا این به ما نمیگه که سپاه در شرایط تقابل بیشتر ایران و آمریکا و متحداش در غرب ممکنه بیشتر سنگربندی کنه و در اون هیئت انقلابیش فرو بره و اون هیئت انقلابی در واقع یعنی همراهی با اون کسایی که به گفته شما آمرین سپاه هستن؟ این ترتیب، این امید شما در شرایط تقابل بیشتر بین ایران و آمریکا واهی به نظر نمیرسه؟ نه ببینید، من 32 سال توی رابطه ایران آمریکا شب روز بودم. من بهتون قول میدم سپاه طرفدار رابطه هست، اونی که طرفدار رابطه نیست روحانیونه. وقتی میگید سپاه، منظور شما سرداران، فرماندهان سلیمانی، جعفری، هیچ کدوم از اینا ضد امریکا نیست. اینا طرفدار رابطه با آمریکا، اینا میخوان رابطه ایران امریکا درست بشه. شواهدی دارید برای این؟ بنده خودم شاهدم. خیلی عذر میخوام، بنده خودم تو جریان بیننده بودم. در جریان بودم کافی نیست، بیننده باید بدونه که شواهد شما برای اینکه سپاه طرفدار رابطه با آمریکاست چی آخه؟ کجا چی کی گفته؟ این نمیشه همجوری. سپاه بیش از بخش دولت در منطقه با امریکایی‌ها مذاکره کرده و داره میکنه، الان همین الان داره میکنه. اینا سر عراق مذاکره کردن، سر سوریه مذاکره کردن، بدون اجازه آقای خامنه‌ای مذاکره میکنه.
بله سپاه بدون اجازه آقای خامنه‌ای مذاکره می‌کنه. ببینید هم با اجازه گاهی می‌کنه بعد بدون شما گاهی بدون اجازه می‌کنه. روحانیون تحلیل می‌کنید گاهی می‌گید حرف شنو روحانیون هست. اجازه توضیح بدم. ببین شما یه وقتی اجازه می‌گیری که یه کاری بکنی بعد میری توی عمل دو تا کارم روش می‌ذاری. آقای خامنه‌ای با آقای روحانی اجازه داد بره مثلا روی غنی‌سازی مذاکره کنه. دیگه بعد از اون دیگه آقای خامنه‌ای بیچاره این نبود که مثلا با ظریف نیاد توش بنویسه که آقا دلار سپاه ول می‌کنین میرید طرف روحانی. نه نه نه. سوال من راجع به سپاهه. شما تصویر تو اینی که سپاه امربر روحانیته. حتما. بعد به جاهای مثبت که میرسین حالا به نظر من این سپاه طرفدار مذاکره نیست. ولی این فرضی که شما دارید چجوری اینجا دیگه سپاه امربر روحانیت نیست؟ شما مگه نگفتید الان گفتید که سپاه دولت آقای احمدی نژاد دولت سپاه بود درسته؟ بله. آقای احمدی نژاد من بهتون قول میدم با امریکا میخواست مذاکره کنه. خب آقای خامنه‌ای جلوشو گرفت برای اینکه نمیخواستن این آدم احمدی نژاد دور دوم دیگه امربر آقای خامنه‌ای نبود. بله. دولت آقای رو احمدی نژاد. بله آقای امیر احمدی اجازه بدید برگردیم به سوالی که پرسیدم. فکر نمی‌کنید شرایط کنونی تقابل بیشتر بین ایران و آمریکا و متحدان آمریکا باعث میشه که سپاه بیشتر در اون قالب خودش فرو بره، قالب دفاع بله بله. از نظام حاکم سپاه از اون نیروهای مثل احمدی نژاد اینا به قدرت ایران اعتقاد داشتن، اینا می‌خواستن قدرت سازی بکنن، حالا اشتباه کردن غلط عمل میکنن یه بحث دیگری. این نیرو میخواد قدرت بسازه. خب اصولا غرب امریکا مخصوصا الان با قدرت ایران مسئله داشته، همیشه داشته، حالا به خاطر هر چی بوده حالا کار ندارم. بله با قدرت ایران مسئله. بنابراین با تمام نیروهایی که دنبال قدرتن تو ایران امریکا مسئله داره، این خیلی طبیعی. اما بله. اما همزمان امریکایی‌ها چون قدرت دارن و قدرت رو میشناسن همیشه میخوان با قدرت کار کنن. آها اینجا میرسیم به اون چیزی که شما یکی دو بار گفتید. شما فکر میکنید در ایران باید دولت مقتدر، دولت نظامیان سر و کار باشه. دقیقاً. به این دلیل، یعنی فکر میکنید آمریکا با نظامیانه که بله. میتونه کنار بیاد حرف بزنه. اصلا ببینید واقعیت اینه که الان شما نمیتونی آقای پومپیو و آقایونی که نظیرش رو بیاری بذاری رو میز با آقای ظریف. نمیخوره. آقای علیجانی ببینید من اجازه بدید وارد این جزء از جزء شروع نکنم، یه ایده کلیتر رو بگم بعد به این نقطه برسم. بله. ببینید ایران ما آقای امیر احمدی نیاز به دموکراسی داره. دوشدورین‌های امنیتی قدرتمدار ما دوره بلوچ شرق، جنگ سرد، مکاتب مدرن و جدید امنیت ملی، دوشدورین‌های امنیت ملی که متأخرترینش مکتب کوپنهاگ هست، اینا مؤلفه های امنیت ملی رو وقتی ترسیم میکنن از اقتصاد، از دانش، از همبستگی ملی، از دموکراسی، از رشد ارتباطات منطقی، یه مؤلفش هم مؤلفه نظامیه. راهی که آقای امیر احمدی میرن راهی است که بلوک شرق رفت و شکست خورد و تموم شد. دولتی که آقای امیر احمدی دنبالشن دولت اول احمدی نژاد بود، ایرانو به بن‌بست رسوند. ما نیاز به دموکراسی داریم. برای دموکراسی هست که ایران میتواند به توسعه اقتصادی برسه، به امنیت دائمی و درونجوش برسه و به رفاه و آزادی مردم و همون رفاه طبقه کارگر برسه. نظامی ها در ایران، ببینید نظامی ها در ایران مانع اصلی این مسیرن. اینها نونشون در تنش با غربه. اینها موقعی که برجام داره به نتیجه میرسه موشک هوا میکنه، موقعی که ایران از سوریه داره تنشش با اسرائیل میاد پایین، طبق نوشته آخرین نوشته خود شما موشک هوا میکنه. دموکراسی در ایران، رفاه مردم ایران، هر آرمانی که شما میگین در تنشی که آقای خامنه‌ای و نظامیاش با جهان ایجاد کردن برقرار نمیشه. آقای امیر احمدی اون چه که در واقع سیاست خارجی ایران رو در عمل رقم میزنه بعد از برجام، از نظر خیلی ها حتی در درون دستگاه حکومتی ایران، مثلا آقای علی مطهری اخیراً گفت حاصل سیاست های منطقی ایرانه که تحت تاثیر فعالیت های سپاهه. آقای مطهری گفت ما با موشک هامون عملا باعث شدیم آمریکا از برجام خارج شه. شاید این غلو درش باشه، برای اینکه خیلی‌ها معتقدن ترامپ در هر صورت از برجام خارج می‌شد. اما موشک‌های سپاه، فعالیت‌های
فرامرزی سپاه عملا سیاست خارجی ایران رو رقم زده. بنابراین اگر شما معتقد هستید که این سیاست خارجی به نتیجه نمیرسه، این تا حد زیادی متاثر از خود سیاست‌های سپاه بوده، عملکرد سپاه. ببین آقای مطهری و آقای روحانی و اینا میخوان خب اصلا بخش نظامی ایران رو تعطیل کنن. چنین نیست. میخوان بخش نظامی رو تعطیل بشه، اینا بچه‌هاشون رو بفرستن امریکا درس بخونن، خودشون هم برن کیف کنن. بعد از الهام هم خارج از کشور درس میخونن. اجازه بدید. این نیست. واقعیت اینه که سپاه، خب ببینید چه اتفاقی افتاد. بنده که سپاهی نیستم که، خب از روز اولی که مذاکرات هسته‌ای شروع شد من مخالفت کردم، صدها مقاله و اجازه من کردم دیگه فرفر. حالا امیر احمدی که 32 سال تو رابطه بود چرا مخالفت کرد؟ برای اینکه من به اینا میگفتم آقا کلک نکنید، این مذاکرات، این برجام یک ساله است. اینا فقط میخوان صنعت هسته‌ایتون رو جمع کنن، بعدی میاد اینو از بین میبره. چرا نمیفهمید آقای امیر احمدی؟ پیش از پایان برنامه ازتون بپرسم که این لفظ دولت مقتدر در ایران که شما هم افسون بر اینکه حسین علاکرم گفته شما هم میگید، آیا فکر میکنید آمال فرماندهان سپاه به این سمت حرکت میکنه؟ فکر میکنید سپاه خیز برداشته برای انتخابات ریاست جمهوری آینده، حالا یا یک چهره سپاهی یا یک چهره ای که سپاه کاملا از آن خودش بدونتش؟ بله سپاه میخواد، ولی آقای خامنه ای نمیخواد. نیروهای میخواستم اینو بگم، نیروهای مذهبی نمیخوان، برای اینکه اینا براشون یک نیروی حکومت مقتدر به ضررشونه، به نفعشون نیست. اینا میخوان یه ده پاپت، یه ده مزدور داشته باشن. اگر سپاه میخواد و نیروهای به گفته شما حاکم بر سپاه نمیخوان، 40 سال بعد از انقلاب فکر میکنید این نهاد، این سازمان نظامی اقتصادی امنیتی در جایگاهی هست که اون چه که میخواد رو میگیره؟ ایران به اعتقاد من، آینده ایران به اعتقاد من دست نظامی است. تمام اینایی که دنبال دموکراسی و حقوق بشرن منم هستم چون کارم، اما این ما خیالات، تو خیالات. آقای علی جانی ببینید، سپاه مستقل از روحانیت و مستقل از آقای خامنه‌ای من واقعا نمی‌بینم. یعنی ما ظاهرا راجع به دو تا سپاه، دو تا ایران داریم حرف می‌زنیم. آقای امیر احمدی یه سپاهی میگن که من نمی‌دونم آدرس این سپاه کجاست، ولی به گمان من سپاه و بیت آقای خامنه‌ای می‌خواهند دولتی باشه که کاملا مطیعشون باشه، همدستشون باشه. این دولت احمدی نژاد. این الزاماً بی معنی نیست که یک کسی با اونیفرم نظامی مثل آقای قاسم سلیمانی بیاد تو انتخابات. سپاه بایستی به وظایف قانونیش برگره، سپاه بایستی شفاف سازی اقتصادی بشه، بله، و سپاه بایستی بدون یک ولایت فقیه میانه رو هیچگاه سپاه این کارها رو نخواهد کرد. خیلی ممنون. باید رو اجازه خواهش میکنم. اجازه بدید. به آخر پرگار این هفته میرسیم. ممنون از شما که پایین بحث نشستید و ممنون از مهمانهای برنامه رضا علیجانی و هوشنگ امیراحمدی. پرگار را روزهای شنبه چندین ساعت پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر می‌کنیم تا اگر مایلید اون روز زودتر ببینید. پرگار تلویزیونی، پرگار در یوتیوب، پادکست یعنی نسخه شنیداری و آرشیو برنامه‌های پرگار رو می‌تونید در صفحه پرگار در وبسایت بی‌بی‌سی فارسی بیابید. شب و روز بر همه شما خوش.